واکنش کاخ سفید به ما بگو که چه بوده تا الان؟ بله، این مقام ارشد رسانه‌ای شورای امنیت ملی کاخ سفید آقای جان کربی بودش که سوالی که ازشون پرسیدن خب توی مقدمه بهش اشاره کرده و اون سناتور جیم ریچ هستش که عملاً سناتور ارشد کمیته امور خارجه سنا هستش که در توییتی نوشته بودش که سیاست کلی دولت بایدن در قبال ایران نداره و این بندهای غروب یا بندهایی که در برجام هستش یکی پس از دیگری به پایان میرسه و کاری را آمریکا نکرده که آقای جان کربی پاسخ رو دادش. من نمیدانم که او با ایرانی ها صحبت کرده، زیرا حتما ایرانی ها به او میگفتند که ما دست روی دست نگذاشتیم. دولت بایدن خیلی شفاف، دقیق و سختگیرانه علیه فعالیت های برهم زننده ایران در منطقه کار کرده، به ویژه اقداماتی علیه توسعه و بهبود برنامه موشک های بالستیک ایران. من وارد جزئیات درباره این موشک ادعایی هایپرسونیک نمیشم. ما خیلی شفاف تحریم های خود را به همراه دیگر اقدامات عملی ما که با فعالیت های ایران در منطقه مقابله میکنه وضع کردیم. فکر کنم که من سوالای مکتوبی هم برای شورای امنیت ملی کاخ سفید فرستاده بودم که لحظاتی پیش پاسخش رو داد یکی از اون سخنگویان و گفتش که ایالات متحده دولت جو بایدن متعهد هستش که جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی باز هم به سلاح هسته‌ای تاکید کرد دست پیدا نکنه و در این چارچوب آمریکا به همراه شرکایش حداکثر تلاش رو دارن انجام میدن که ایجاد اختلال در شبکه دستیابی ایران به اون قطعاتی که لازم داره برای تولید موشک اختلال ایجاد بکنن. نمونه اون همین وضع تحریم ها هستش که به وضع تحریم هایی که امروز هم وزارت خزانه داری اون رو اعلام کرد اشاره کرد و همچنین گفتش که همزمان دولت آمریکا به همراه شرکاش بر روی کشورهای فشار میاره که فناوری های با تکنولوژی روز رو در اختیار جمهوری اسلامی میذارن که اختلال در اون ایجاد بشه و اون متوقف بشه و جمهوری اسلامی به اون دست پیدا نکنه که بتونه برنامه موشکی خودش ببیشه به موشکی بالستیک رو توسعه بده.